سلام وطندار عزیز، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. امروز کسی با خود دارم که افتخار افغانستان است، ما باید برش قهرمان بگوییم. کسی است که یک تحول جدید بخیر در افغانستان میاره در عرصه موترسازی. سلام آقای احمدی، خوش آمدید در برنامه یوتیوب ما. سلام، وقتتون بخیر. ممنون از فرصت که در اختیار ما گذاشتین. این جوری که شما ما رو توصیف کردین یه مقدار کار برای ما سخت میکنه، یه مقدار بار روی شونه‌های ما اضافه کنه. ما افتخاری کسی نیستیم، این کار رو همه ملت کرده و این افتخار همه ملت. قربانت احمدی عزیز، سوالای خودمون دارم و بعضی سوالات من از شبکات اجتماعی پرسان کرده بودم از مردم. اونام بعضی از دوستا بعضی از وطندارا سوال کرده بودن، سوالای از اونا رو از شما من پرسان میکنم، انشالله جواب دادم میتونین. سوالای خودش شروع کنم یا از دوستا را اول؟ هر جور شما میگین بهتر از دوستا رو اول. آخر هر جور شما رو حتما اول میخوام بپرسم از کجا هستید، از کدام ولایت هستید؟ شاید خیلی کسا بدونه و خیلی کسا ندونه که شما از کدام ولایت هستید. من از افغانستان هستم، ولی برای کسی که کنجکاو بدون کدوم ولایت، از غزنی زیبا. و نمیدونم، فکر نمیکنم درست باشه اینو بگیم از کجا هستیم، همون ترجیح میدم که بگیم از افغانستان. خب بهتر درست است. عروسی کردید و سر چند فرزند هستید؟ میخواییم بدانیم یکی کسی که در بار اول موترسا که سرخط خبرهای جهان شد، میخواییم بدانیم عروسی کرده، ازدواج کرده، چند فرزند دارد؟ نه متاسفانه من بنده سعادت اینو نداشتم که تشکیل خانواده بدم، تا به امروز اتفاق نیفتاده و من خانواده ای ندارم. خدا مهربان است، دارسی منم خبر بدید. قربان شما، حتما حتما. در افغانستان چقدر درس خوندید؟ در افغانستان درس خوندید؟ چقدر تحصیل کردید؟ یا در ایران که مهاجر بودید در اونجا درس خوندید؟ نه خیلی، من تو مهاجرت به دنیا آمدم، 26 سالی اونجا بودم و کل تحصیلم همونجا شده. معادل مقطع 14 پاسی افغانستان، من در رشته مهندسی ساختمان، مهندسی سازه تحصیل کردم و همش بیرون از افغانستان بود. چطور پس آمدی در موترسازی؟ شعرش یادم نمیاد، میگن باز جوید وصل خیش اصل خیش، همچین داستانیه. به خاطر هویت، اینجا من شهروند درجه یک بودم و این دلیلی بود که من برگشتم. هویت منو برگردون به ما میکرد. نه، سوال من این بود که چطور خواستی از مهندسی ساختمانی را خواندی در ایران، چطور در موترسازی آمدی؟ آها، خب ببینید، سازه، موترم سازه است، کشتی هم سازه است، ساختمون هم سازه است. قوانین فیزیک تو این یونیورسی که ما هستیم یکسان است، تو هیچ سازه ای تفاوتی نمیکنه. یه مقدار بیسشو داشتم، پایه‌شو داشتم، ولی مسئله اینه که توی دانشگاه از یه جایی به بعد سلف استادی رو یاد گرفتم، دانشجو شدن رو یاد گرفتم و دانشگاه از اون مفهوم کلاسیکش دیگه اومده بیرون که یک کلاسی هست، یک ساختمونی هست، استاد شاگرد، به اون شکل نیست. از طریق اینترنت امروز هر چیزی که بخواید، شاید درست نباشه بگم هر چیز، ولی نزدیک به هر چیزی رو که بخواید میتونید داشته باشید و از طریق اینترنت این کار یاد گرفتید. بسیار عالی. چطور تصمیم بر این شدید که موتر بسازید؟ تصور این رو داشتید که روز سرخط خبرهای جهان شوید؟ سرخط خبرهای جهان به عنوان بخشی از راه حل بودن، بله فکر میکردم که باشم، یعنی دوست داشتم که به این شکل باشه. این شخصیت رو برای خودم تعریف کرده بودم، ولی اینکه یک روزی موتر می‌سازم و به این شکل اتفاق می‌افته، نه. ما یه شرکت فنی مهندسی بودیم، یه هسته 5 نفره، تو طول 5 سال پروژه‌های مختلف رسیدیم به اینجا. این پروژه‌ای که روش ایستادیم، هیچ در ابتدا هیچ ایده‌ای نداشتیم که میریم به این سمت. این پروژه علاقمند شدیم بهش، رفتیم روش، یک مقدار تحقیق کردیم، دیدیم که هم تواناییشو داریم و اینکه این پروژه هم پتانسیلشو داره. پتانسیلش برای اینکه مملکت رو ببره به سمت توسعه پایدار، نقشش یک صنعت مادر، نقشش در رشد یک مملکت برامون جالب به نظر رسید و ادامه دادیمش. این به این شکل نبوده که از ابتدا آموزش دیده باشن برای این کار، اصلا به دنیا آمده باشن برای این کار، نه به این شکل نبوده. خب هرچی از کوشش زحمت میشنی؟ بله بله، دقیقا تدریجی است همه چیز. شما مثل میلیون ها افغان در ایران زندگی کردید، چگونه بود سختی های زندگی در ایران؟ چگونه رفتار مردم ایران همراهتان بود؟
بسیاری مهاجرین در ایران خاطرات تلخی دارن از ایران. ببینید، آدم باید دقیقا بدون از زندگیش چی میخواد. شاید برای هر کسی به یه شکلی اتفاق میفته. من توی این مدت متوجه شدم که دید صفر و صدی، دید سیاه و سفید، این دید مال دنیای حقیقیه. دنیای واقعی همه چیز طیفی از خاکستریه. مسائل سیاه و سفید اتفاق نمیفتن. شما باید وقتی یک پدیده ای رو بررسی میکنید ببینید نمره قبولی میگیره یا نه. ملت ایران، تاکید میکنم، ملت ایران نمره قبولی رو میگیره، در واقع نمره خوبی هم میگیره. مهمان نوازی خوبی از ما داشتن، کم و کاستی هایی داشتن، اینو بعد از این منظر نظر بگیرید که خودشون هم مشکلات زیادی داشتن. برای اون هدفی که من رفته بودم ملت ایران نمره قبولی رو میگیره. بله مشکلاتی هم بوده، ولی نه من و نه شما و نه حتی ملت ایران رفتار یک نوجوان 16-17 ساله احساساتی رو به پای یک ملت عظیم ختم نمی‌کنیم. درسته؟ از اینا که بگذریم ملت ایران نمره قبولی رو می‌گیره. بسیار عالی. احمدی سه، اگر کدام کشور بر شما درخواست قبولی بده و به قیمبی امی محتر امیر به نام کشور ما این سوال، من فکر نمی کنم کسی اصلا به خودش جرأت بده همچین حرفی رو بزنه. نه مثال اگر به تخواد شما چی؟ یعنی قبول میگیرید که نه ببینید، نه نیازی نیست، نیازی نیست. ما سفر کاری میریم، همکاری خواهیم داشت و نیازی به این مدل از همکاری نیست. شاید تو این لحظه نمیدونم، شاید محمد رضا احمدی امروز انتاپ 2023 مشکلش با سفر کاری با همکاری بین المللی حل میشه، نیازی به اون نیست. شاید در آینده اتفاق بیفته و ما همچین کاری رو انجام بدیم، ولی امروز اون روز نیست. خب یعنی بنام افغانستان میمونه و بنام دیگر کشور نمیخواییم بسازیم؟ بله بله قطعا بنام افغانستان میمونه. بله. خب تشکر، سوالات من خلاص شد. من سوالات داشتم میخواستم پرسام کنم. تشکر، جواباشم گرفتم. کسایی که ما رو میمونم جوابی که شاید بسیاری کسایی سوالات من داشتم در ذهنشان حال فهمیدن. سوال های مردم که در شبکات اجتماعی از شما پرسام کرده یه منیشه کردیم، این سوال است کوتاه کوتاه جواب بدید. سوال ها پرسیده قیمت این موتر را که ساختی چند است؟ قیمت این موتر، این موتر نمیشه روش قیمت گذاشت چون این یک نمونه اولیه است، خیلی مسائل درگیرشه. این اصلا برای فروش هم نیست، ارزش گذاریش هم کار ما نیست. این صرفا یک نمونه اولیه است برای اینکه ما بتونیم تو نمایشگاه حضور پیدا کنیم و قدرت چانه زنیمون رو تو مذاکره ببریم بالا. نمونه های بعدی ما در فاز امکان سنجی هستیم برای اینکه ببینیم اگه برند رو از یک محصول حذف کنیم، یعنی ارزش یک برند رو، ارزش واقعی یک محصول چقدر میشه. ما فکر می‌کنیم بخش اعظمی از قیمت این سوپرکارها پولیه که بابت برندینگ ما داریم پرداخت می‌کنیم. اونو که حذف کنیم ما امید داریم که یه چیزی که قابل خرید باشه، یعنی این موتور از یک آرزو تبدیل به یک هدف دستیافتنی تبدیل بشن. تو فاز امکان سنجی هستیم ببینیم میشه یا نه، ولی قطعاً در آینده تا جایی که بشه ما تلاش داریم که قیمت اینو بیاریم پایین که همه مردم بتونن تجربه سواری این ماشینی داشته باشن. بسیار عالی. زینالا پرسیده چرا موتور در قطر نمایش دادن نشد؟ شما گفتید در 5 جنوری به نمایش میرن. 5 جنوری تاریخی بود که ما رونمایی می‌خواستیم داخل افغانستان بگیریم. ما نگفته بودیم این برای قطره. نمایشگاه قطر فوریه 2023 بود، ولی بنا به مشکلاتی که نمیدونم خود برگزار کننده ها داشتن تصمیم گرفتن که اینو به اکتبر 2023 منتقل کنن. وبسایت نمایشگاه اتومبیل ژنو هست، میتونید برید چک کنید. اون افتاده به اکتبر 2023. فکر کنم 9 ماه از این تاریخی که ما امروز داریم با هم صحبت کنیم فاصله داره. همچنان ما در نمایشگاه ژنو اگه عمری باقی باشه ما شرکت خواهیم کرد. بسیار عالی، بسیار عالی. پس امن خیلیم پوستی در کنم پایید موتر رو به نمایشگاه رو هم میکنید. جواب شما گرفت، شما جواب شما دادیم. سعادت پرسیده چون داخل موتر رو نشان نمیدید؟ مسئله اینه که ما کارمون، ما یک دیزاین استودیویم که تمرکزمون رو طراحی بیرونی ماشین، ما اکستریور دیزاینریم. داخل ماشین فقط یه سری المنت هست، یه سری سازه‌ای هست برای سیفتی ماشین، هیچ چیز خاصی داخل ماشین نیست. یک مقداری کیبل و یه وضعیت به هم ریخته‌ای، چیز خاصی نیست که داخل موتور مردم بخوان ببینن. این هم صرفا
توصیه یک شخصی بوده که این کار رو اگه نکنید بهتر، و یعنی ما هیچ مشکلی با نشون دادن داخل ماشین نداریم. در آینده چه اتفاق میفته؟ ما یک سری اینتریو دیزاینر یا به عنوان شرکت یا به عنوان برونسپاری یا به عنوان کارمند استخدام میکنیم و اونا این کار رو انجام میدن. در حال حاضر داخل موتر هیچ چیزی نیست، یعنی منتظر داخل موتر شاید پسانات درست شد. بله بله بله. شفیق شریفی پرسیده بعد از این مدل موتر دیگه مدل ها میسازید؟ اگر مثال کمپانی موترسازی در افغانستان ایجاد شود و شما مسئولش باشید، مثل موترهای دیگه که این سپورتی است در افغانستان مثال مردم استفاده کنه، میتونیم بسازیم باز؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. اگه از من به عنوان یک آرزو میپرسید، بله من آرزو دارم که این کارو بکنم، ولی در دنیای واقعی اگه برگردیم بخوایم صحبت کنیم، ما فعلا ما درگیر کمیت نیستیم، ما درگیر کیفیتیم. همین یک مدل از ماشین ما خواهان داره، ما روی بهبود همین مدل کار میکنیم. در آینده اگه طرحی داشته باشیم که پتانسیل اینو داشته باشه که بتونه همین مدل مسیر رو ادامه بده، چرا که نه، حتما این کارو میکنیم. اگه خودمون این کار نتونیم بکنیم، ممکنه که یک کمپانی دیگه ای رو بخریم، ممکنه یک کمپانی دیگه ما رو بیاد بخره. این جواب این سوال و زمان به مخاطب میده. هر چیزی که من الان بگم فقط لفاظیه. خب احمدی صاحب، چند روز پیش شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود که ایلان ماسک مردی که ثروتمندترین فرد دنیا است پیشنهاد سرمایه‌گذاری در تحقیقات داره یا شایعه؟ منم اینو توی اکسپلورم دیدم، ولی من پیام مستقیمی نیومده. وقتی برای خود من نیومده، من اصلا حتی زحمت اینو نمیدم به خودم که روش کلیک بکنم. اگه ایلان ماسک بخواد یه همچین کاری بکنه، البته این شخص یک مقداری تبع شوخ طبعی هم دارن، ولی اگه بخوان یه همچین کاری بکنن، خیلی حرفه‌ای مستقیم به خودمون پیام میدن. چیزایی که داخل شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، اینا پاپاراتزی هستند، رسانه‌های پاپاراتزی، اینا رسانه‌های زردن، صرفا برای لایک و ویو این کارا رو می‌کنن. نخیر، همچین پیشنهادی نیومده. اگه هم بیاد به این شکل آماتور نمیاد، خیلی حرفه‌ای میاد. خوبی سر علی، کسی از جنرال ملی تبار پیشنهاد داده؟ پیشنهاد دادن، ولی پیشنهاداتشون، گفتم پیشنهاداتشون آماتوره. پیشنهاداتی که میدن از اون زاویه نگاهی میاد که ما هرگز نمی‌توانیم، یا اینکه ما رو یک صفن یک ترقه تصور کردن. پیشنهاد حرفه‌ای از جانب داخلی ها نمیدن، ولی از بیرونی ما از یکی از گروه‌های بزرگ، یکی از سه گروه بزرگ خودروسازی دنیا، ما یک پیشنهاد خیلی معتبر داریم، داریم روش کار میکنیم. احمدی صاحب، چند روز پیش یک پست فیسبوکی رو دیدم در صفحه مجید مال، حاجی منصور مجید که صاحب مجید مال است، از شما درخواست کردید که موتور برشان. ببینید، من گفتم این عشق و علاقه مردم رو نشون میده، ولی من یک موقعی محمد رضا احمدی هستم، شهروند افغانستان، و یک موقعی محمد رضا احمدی هستم، مدیر عامل انتاب. این پیشنهادهایی که این شکلی میاد بیشتر جنبه وطنی داره، جنبه حرفه‌ای نداره. قطعا مشخصه که ما هرگز این موتور رو نخواهیم فروخ، همین یک مدل رو. این صرفا یک MVP، این یک پروتوتایپ، این یک نمونه اولیه است. پیشنهاد این شکلی ما درک میکنیم، خیلی هم تحسین میکنیم، ولی پیشنهادهای حرفه‌ای نیستن. اگه هم باشن، رقم‌ها قطعا به این چیزی که تو شبکه‌های اجتماعی میگن نیست. خب احمدی صاحب، یک سوال دیگه در آخر، دوستا پرسان کردن، در عموم من اشتباه کردم، میخوام از شما پرسان کنم، سرعت موتر در ساعت چند؟ یعنی در یک ساعت چقدر تایم میکنه؟ ما دیزاین استودیو هستیم، بازم تکرار میکنم، کار ما صرفاً طراحی بدنه بیرونی یک موتر هست. ما اگه افغانستان نبودیم، حتی این موتر رو نمیساختیم. یک ماکتی از این موتر درست میکردیم از گل و اینو میبردیم نمایشگاه، فیدبک میگرفتیم. اگه فیدبک خوب بود، میرفتیم قرارداد می‌بستیم با یکی از گروه‌های بزرگ خودروسازی. ولی ما تو افغانستان صرفاً به خاطر اینکه کانتکست افغانستان به این شکل از ما قبول نمی‌کنه، ما یک انجینی هم روی این موتور تعبیه کردیم. سرعتش اصلاً مهم نیست. کار من طراحی بیرونی موتور، دید هنری به این صنعت که جوابم داده. ولی با همین انجینی که روش هست، ما توی رانوی میدان هوایی بگرام تا 140 کیلومتر در ساعت رفتیم، بیشتر از اون ریسک نکردیم. چون برای نمونه اولیه است، ریسک نکردیم که خدای نکرده اتفاق نیفته، ولی بیشتر از اون جا داشت که بریم. احمدی صاحب، وقتی که موتور سازی صورت یک کشور یا یک شرکت یا یک کمپانی که موتور می‌سازن با
باز یک تست صورت میگه، تست تکه فکر کنم میگه نه. یعنی اگر شما موتر زیاد بسازید به میشکل، یعنی آن قدر امنیت بالاست که باز تست تکه انجام بدید؟ مطمئن هستید؟ سوال خیلی خوبیه. شاید انیشتین میگه اگه یک مسئله ای رو نتونی برای مادر بزرگ توضیح بدی، البته من اینو شنیدم فقط نقل قول میکنم، اگه نتونی یک مسئله ای رو برای مادر بزرگ بی سواد توضیح بدی، خودت هم اون مسئله رو درک نکردی. یک مثال ساده میدم، شاید بی ربط باشه، ولی نتیجه که از اون مثال میگیریم به پیش برد این بحث کمک میکنه. من توی این سال کتابی که میرسه به دست شما، من نویسندشم، یک کسی تولید کننده و یک کسی ناشر. من تو این صنعت کارم نویسندگی بوده. احمد سمیشه تکرار کنید به خاطر صدای تنم قهمت شد میشه که صدای تنم دوستانش نیده باشن. ببینید، داشتیم برمیگشتیم به این که اگه در آینده تولید بکنیم آیا این ویژگی های این استاندارد های ایمنی رو رعایت میکنه؟ بله بله، داشتم به تو مثال میزدم که تو اگه یک کتابی من به شما بدم، این کتاب یک نویسنده داره، یک تولید کننده کاغذ داره، یک تاجری پشت این هست و یک ناشر. من نویسنده این کتابم، من صرفا محتوای کتاب مسئولیت منه. کیفیت کاغذ یک بحث دیگه است، کیفیت چاپ یک مسئله دیگه است. در آینده این محتوا که تولید بشه، دیزاینش از من افغانه و ساختش با تکنولوژی احتمالاً اتریش یا جرمنی خواهد بود یا آسیای شرقی. ما اگه خودمون هم تولید کنیم در افغانستان، تکنولوژی و دانش فنی رو وارد می‌کنیم. با شاخص‌های افغانستان لطفاً اینو قضاوت نکنید. درست هستم. نه، این سوالی بود که مردم پرسان کرده بودن. بله بله. یوزر نشته بود. من نامش رو نمی‌دونستم. یوزر نشته بود. بخاطر من تو از این سوال کردم. از شما دیگه اول سه اگر گفتنی داشته باشید می‌تونید بگید. نقطه داره که اصلا برنامه ما کشیدم. چیزی گفتنی داره برای تجارای ملی، چیزی گفتنی داره برای کسایی که می‌خواید سرمایه گذاری کنید، من چیزی که تو افغانستان دیدم، یک هفته دنبال کتابخونه میگشتم و همه منو به کتاب فروشی ارجاع میدادن. متوجه شدم که حتی مفهوم کتابخونه توی افغانستان وجود نداره. مجبور شدم رفتم انگلیسی از یه نفر پرسیدم که من دنبال لایبرری ام نه بوک استور. این داستان مال 5 سال پیشه و اون شخص ما میگفت که همچی چیزی نیست و دنبالش نگرد. اون زمان توی کابل فقط یک کتابخونه بود، اونم کتابخونه ملی که درش هم تقریبا میشه گفت بسته است. وضعیتی که امروز هستیم شاید یک مقدارش به خاطر همین مسئله است که ما تجربه رو تجربه میکنیم. امیدوارم که ما نذاریم که جواب سوالات رو زمان بده، جواب سوالات رو تاریخ بده. ما میتونیم مطالعه کنیم، گفتمان راه بندازیم، مطالبه گر باشیم و این از مطالعه پیش میاد. امیدوارم که مردم یک مقدار روی این مسئله فکر کنن که ما چرا اصلا توی افغانستان کتابخونه نداریم. فقط میخوام که روی این مسئله فکر کنم. و تجارای کسایی که میخواین سرمایه گذاری کنن در شبکات اجتماعی میگن ما سرمایه گذاری میگیریم یا ما میخواییم موتر بخریم، پیام شما به آنها چیه؟ تجار ملی همین مسیری که پیش میرن درسته. چرا؟ چون تجارت یک موجود زنده است، اقتصاد یک موجود زنده است، خودش آگاهی داره، خودش در مورد خودش تصمیم میگیره. نه ما میتونیم تصمیم بگیریم، نه تجار ملی. ما حق نداریم که توی اقتصاد دخالت بکنیم. خود اقتصاد، من باید به اندازه کافی قدرتمند باشم، به اندازه کافی باهوش باشم که بتونم توی این بازار خودم رو عرضه کنم و بفروشم. ما از تجار ملی هیچ انتظار کمک یا همکاری اینا نداریم. به وقتش اگه قوی باشم و باقی بمونم توی این بازار، خود تجار ملی میاد سراغم. بسیار عالی، تشکر. و در آخر میخوام بگم شما قهرمان این کشور هستید. خواهش میکنم، لطف دارید. قربان. تشکر احمدی عزیز که ما را به ما وقت دادین، وقتتون را دادین که ما امروز ما مصاحبه کردین. دیگر یک چیز دیگه میخوام. قربان شما، ممنون. بسیاری صفحات فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام به نام شما جوش داد. کدامش از شما هست؟ یا یک ویدیو ما جور کنم برای دوستا بگم که شما را فالو کنن؟ ما هیچ شبکه اجتماعی نداریم. فکر نمی کنم که تغییر از اونجا اتفاق بیفته. تغییر تو افغانستان از منبر مساجد
اتفاق میفته و اون خیلی فاصله داره، هم از لحاظ فکری و لحاظ دیگه که فکر کنی خیلی فاصله با شبکه های اجتماعی. شبکه های اجتماعی هیچ علاقه هم ندارم و اصلا هیچ حضوری هم ندارم داخلش. یک صفحه است به نام انتاپ تیک تاک، از شما نیست؟ چرا، ما صفحه داریم مربوط به شرکتمون و اون از شرکت ما نمایندگی میکنه، محصولاتمون رو صرفا معرفی میکنیم، ولی به این شکل که از شبکه های اجتماعی به صورت شخصی استفاده کنم نه خیر، هیچ صفحه شخصی ندارم. درست است. تشکر احمد سرودیست، تشکر که وقت دادید. قربان شما، ممنون از وقتی که ما دادین، خیلی ممنون. قربان تا، خدا حافظ. قربان شما، خدا حافظ.